سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به واکنش دنیا مدنی بعد از کشف حجابش و حمله به مزدوران حکومتی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. موج اعتراض ها با کشف حجاب شماری از بازیگران زن در فضای جامعه آغاز شد، اتفاقی که در این خیزش سراسری بارها از بازیگران و هنرمندان مشهور شاهد بودیم. یکی از اونها دنیا مدنی بود که بعد از کشف حجاب و حمایت از مردم حالا به یکی از منتقدین نظام و حکومت تبدیل شده که در آخرین متن اینستاگرامی خودش نوشته صرفاً فقط چون این جور عکس‌ها عصبانیشون میکنه. شهر ما در و دیواراش پر شعارهای مزخرفه. یکی از اونها روی یک ساختمونیه که وقتی روی پل کریم خان هستی دیده میشه. شعار اینه: آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. قشنگ معلومه یه آدم عقده‌ای اینو گفته در حالی که خودش داره جلز و ولز میکنه و دستش از همه جا کوتاهه. حالا منم با این عکس نمیگم بمیر، ولی عصبانی رو باش، چون میدونم چقدر با زن مشکل داری. دنیا مدنی، بازیگری که برای شرکت در جشنواره بین‌المللی فیلم به کشور آلمان سفر کرده بود، عکس‌های بدون حجابش در این جشنواره بسیار جنجالی شد. شایعاتی هم مطرح شده بود که دنیا مدنی اعلام کرده که این تصاویر شیطنت یکی از خبرنگاران خارجی بوده و قرار نبوده تصاویرش منتشر بشه. بعد از این بود که اون در پی حمایت از خیزش سراسری مردم و در اعتراض به حجاب اجباری بدون حجاب در فضای مجازی دیده شد و عکس بدون حجابی از خودش منتشر کرد و نوشت: حالا من هستم و چیزی که در آینه میبینم خود من است. میدانم ما به تصمیمات فردی اعتقادی نداریم و باید قبیله برای ما تصمیم بگیرد. از تصمیم فردی من عصبانی هستی و من تصویر ذهنی که تو از من ساختی را نابود کردم. من برای زن زندگی آزادی خواهم جنگید و تو کم کم به این عادت خواهی کرد. او حالا در حمایت مردم و خبر اعدام محسن شکاری با انتشار این متن نوشت: جمهوری اسلامی، به خاطر زجه‌های خانواده محسن شکاری وسط کوچه ازت متنفرم. به خاطر گریه های آرمیتا عباسی تو بیمارستان ازت متنفرم. به خاطر دربدری میلیون ها ایرانی مثل خودم ازت متنفرم. او حالا در حمایت مردم نوشت: ما مردم ایران لیاقتمان این نیست. ما لیاقتمان زندگی در ظلمت نیست. ما لیاقتمان ایستادن در صفهای طویل واکسن در کشورهای همسایه نیست. ما لیاقتمان از دست رفتن جوانی، انگیزه، خلاقیت و زندگی در اوج ناامیدی و سانسور نیست. ما لیاقتمان کار بی حد و مرز در مقابل درآمد اندک و هزینه های سر به فلک کشیده نیست. ما لیاقتمان پرپر شدن عزیزانمان در جاده ها به خاطر واردات قطعات خودروی چینی نیست. ما لیاقتمان استرس و نگرانی برای بی اکسیژن ماندن پدر جانباز در بی برقی نیست. ما میدانیم لیاقتمان این نیست. فقط داریم با سیلی صورت خودمان را سرخ نگه میداریم. نمیدانیم تا کجا، نمیدانیم تا کی، اما میدانیم ما مردم شریف و محترمی هستیم و لیاقتمان اینها نیست. از طرف یک شهروند ساده برای کسی یا کسانی که ذره ای شرافت هنوز در وجودشان باقی است. دنیا مدنی، فرزند رویا تیموریان و میرولی الله مدنی، بازیگر و تهیه کننده سینما، حالا با گسترش اعتراضات در کشور در حمایت از مردم با انتشار این متن نوشت: اگر امروز سکوت کنیم، فردا باید هشتگ اعدام نکنید رو برای دیگر فرزندان ایران بزنیم. او همچنین نوشت: من در این آبادی پی چیزی میگشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. خانم بازیگر همچنین در خصوص فرارسیدن روز تولد توماج صالحی، بازداشتی این روزهای اخیر، هم نوشت: من راوی حقیقتم، این کارش با تو. این وعده هایی که دادی به کام ما نیست. تو توی روزتم حتی ستاره داری. آسمون ما شبا فقط آتیش میباری. بیتت روشنه ولی دلت تاریک تاریک.
خانم مدنی همچنین چندی پیش در خصوص سالگرد آبان 98 هم نوشته بود. در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه‌ای چهره جوانان جان باخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی شود. جوانانی که خون پاک آنها با بی تدبیری بر خاک ریخته شد و با انتصابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده است. مردمانی که امروز از پس غبار غلیظ بیخبری و بیارتباطی نام و نشان یکان یکانشان آشکار می شود. به کدام گناه کشته شدند؟ آنها فقط به جان آمدگانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند ناکارآمدی ها را در کوی و برزن فریاد زدند. با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان برآنید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید؟ بدانید که فریاد فرو خفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.